آقای بدر، اهمیت پایگاه‌های نظامی بر افغانستان چقدر است؟ در حال حاضر فکر می‌کنید افغانستان نیاز مبرم برای ایجاد پایگاه نظامی آمریکا داره؟ ما قبل از اینکه سر از این مسئله بیایم، می‌خوایم که جناب اوریوس که یک دوستای دانشمندای ما هست، ما به شخصیت خیلی احترام داریم، ما می‌خوایم که سر بعض مسائل به روشنی پرتیم. و دوم می هست که بعد واضح شه که من نماینده دولت نیستم اینجا و نه از رسانه‌های دولت هستم و نه رئیس سخنگوی رئیس جمهور هستم. می نیست که افغان می‌خوایم که سر از این مسئله یک صحبت داشته باشیم. ما اول مسئله می است که چند مسائلی که جناب اوریوس اشاره کردن، ما بگیم که امریکا جریان داره، تا جایی که ما در رسانه ها میبینیم، چون که ما فعلا دستگاه دولت نیستیم که از مجاری دولت خبر شویم، امریکا خودشان جریان داره. گفتن که ما قبل از کنفرانس شیکاگو میخواییم که مسئله پیمان استراتژیک حل شود. خود امریکا در جریان داره، یک مسئله. و مسئله دوم است که دولت ضعیف بودن و قوی بودن دولت، این واقعیت است که دولت هیچ کس قوی گفته نمیتوانه، چون که جنگ در سراسر کشور جریان داره. ایران ما میپذیریم، منتها در تاریخ معاصر افغانستان میگیم که یک نسبی یک چی که تسلل مردم فراهم کرده باشه، شاید می دولت شاید باشه. دو بار به با مردم راجع شد برای گزینش رئیس جمهور، چندین بار در مختلف مراحل به خاطر گزینش مختلف ارگان های دولت به مردم مراجعه شد، اما دو جا کدام نفر با رای مستقیم مردم آمد، کدام نامد یا کی تخلف کرد کی تخلف نکرد، این مسئله جداگانه هستی. به نظر من کده باشه کلشان کدن نکدن، کلشان نکدن، یک کس که زیاد گرفت باز رئیس جمهور یک مرحله آمده شد که انتخابات اثر باز چی کنه، ولی جانب مقابل به نظر من شاید وقت حاضر نشدن، باز هم تو مسئله هم تو مان. و دیگه اعضای لوی جرگه که بودن اینا مامورین دولت، وقت که ما میدیدیم، چون که امکان داره دولت می نیست، یک دولتی که فعلا حاکم است میخواست که می قضیه را چی کنه تاثیرات داشته باشه که نیست، منتها در گزینش افراد مکانیزمش صاف بود، اما کارمندای دولت چی خیلی مال فشار کردن، او یک گپ بعدی است. به نظر من در جهان سویم کل دولت هم کار انجام میده، در پاکستان شما شاهد همچو قضایی هستند، در هندوستان همچو قضایی، در بنگلادش، در کل جاها، حتی در جمهوری اسلامی ایران که نزدیک ما است به عنوان یک دولت دموکرات، اونجا هم تقریبا همه چیزا بسیار به اوج رسیدگی است. افغانستان از استثنا شاید نباشه، منتها باز هم یک صبغه مردمی داشتن. و دیگه پیمان هنوز مبهم به خاطر از این ما گفتن نمیتوانیم، چون که هرچی که بودن حلفن خود کسایی که مسئول بودن گفتن که همه چیز است. به بعد از این گفته خودتان با سرکار آمدن گلوبالایزیشن یا وسایل ارتباط جمعی، جناب کرزی یا کسی که حواری نشان نمیتوانن که این را تا آخری پنهان نگاه کنن، یک روز خود آمد که چی میشه، چون که امریکا جانب مقابل قضیه است، هر کاری که میکنه. اگر ما به اساس همین پیمان او را اگر بگیریم، او میگه که من در اینجا امضا شده. به این خاطر به نظر من اخلاقاً هم بر از این جواز داشته نباشه که ما به هم یا پوت پنهان چی کنم، مجبور است که چیزی که در اولسی جرگه گفته، یعنی فکر میکنیم که ابهامی هم در کار نیست، نه به خاطر از اینکه چون که سه قضایی را که بیشتر ما شما اشاره کردیم، ما عملیات شبانه و عملیات شبانه توسط افغان ها سپردن زندان، این طال حل شده به گمان ما یک خاص مردم بود که طال امریکا هم حاضر شده. خب حالا در نهایت پایگاه های ولی گفت مسئله میگه که قضیه مردم شک نیست، مردم هست، ولی که فردا اگر جناب اوریوس صاحبشان اگر اقتدار آمدن، اینا چون که مجازی تارتی هستند، یک مرجع قانونی هستند که از مردم آمدن باید اینا کنن دیگه، ولی کس که آمده او میکنه، ولی نه اینا شاید وقتی را انتظار داشته باشن که مردم دیگه بیان، نه ولی حکومت فیله میکاره میکنن، هر کسی که هست، چون که اونم نیست نماینده افغانستان میشناسن، نه کسی که نماینده فلانی خریه و فلانی چی باشه، ما می نیست رئیس جمهور افغانستان که میبینیم به رئیس جمهور و پایگاه های نظامی چقدر نیاز داره. امور ما در اول صحبت خود گفتیم که چون که می نیست یک دولت ضعیف که عمرش از 10-11 سال زیاد نیست، در حال حاضر یعنی اگر یک سال به تعویق رفته چقدر افغانستان ضربه میزنه و آیا ضربه میزنه یا خیر؟ سعی کنم که ما سر از این مسئله بیایم، چون که این دوستی که ما فعلا با امریکا داریم، این دوستی به خانه تکانی ضرورت داره، به خاطر از اینکه هر دو جانب دوستی از میتونم معلوم میشه که گویا که هر دو جانب دوستی یعنی از دوستی بیزار هستن، همچون مظاهره در طول تاریخ ما ندیدیم. اما اگر مسئله اگر برای شک باشه او گپ دیگه است، اگر ما نخواسته باشیم جانب مقابل هر ملامتی که ما میکردیم، هر انگشتی که ما بالا میکردیم، او را بازم قبول میکرد، سر از افتخار میکرد، شوق وصال می داشت، گپ دیگه است. وگر نه گپ مصالح است. به گفته چرچل گفت که نه جو در سیاست مصلحت دائمی است، نه دشمنی دائمی است، مصالح دائمی است. اینجا مصالح امریکا، مصالح افغانستان، باید را بسنجیم. افغانستان فعلا نیاز داره که به همچو پیمان استراتژیک باید برسه، به هر چه عجله برسه، به نظر من با سود مردم افغانستان است. باید همین وجود نیروهای خارجی 10 سال پیشتر باید قانونمند میشد، با سرکار آمدن اولین پارلمان باید از این قضیه
بعض مردم وقتا میگفتن مسائل بعضی روشن فکرها وقت بعد قضیه حل میشد. این تاخیر از جانب دولت افغانستان شده یا از جانب دولت امریکا شده، هر طرفی که شاید مقصر باشه به نظر من مقصر هستند، به خاطر از یو هم نیاز دارن، ما هم نیاز داریم. سپاس جناب اوریا. در سال گذشته 10,000 تن از نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شدند و قرار است که در سال پیش رو 25,000 تن از نیروهای امریکایی و خارجی از افغانستان خارج شوند. چه تأثیر داره؟ حالا اگر شما طرف باشین، چقدر درخواستتان ایجاد پایگاه نظامی در افغانستان است؟ مشخصا ما نخست میخوایم عرض بکنیم جناب بدر صاحب که امریکا، ما فکر میکنیم در مورد پایگاه های نظامی ضرورت و عجله زیاد نداره، به خاطر عقد قرارداد با دولت با دو دلیل. یک دلیلش این است که در سال 2005 رئیس جمهور کرزی با بوش اعلامی استراتژیک امضا کرده، بر بنیاد اعلامی استراتژیک میدان هوایی باگرام و بحث پایگاه نظامی در اختیارش قرار داده. و دوم، همین دولت نمیتونه همسویی و همگیرایی با امریکا گام با گام داشته باشه، تعهداتی که میسپاره برای از اون جامعه عمل بپوشانه. رویلت در شرایط کنونی امریکا ما فکر میکنیم عجله بسیار جدی در مورد پایگاه های نظامیش نداره. ما شما شاید حال بودیم که در حدود 150,000 نیروی نظامی ناتو در افغانستان حضور داشتن، امنیت نبوده. هرگاه 2,000,000 نیروی نظامی ناتو هم در افغانستان بیاید، در اینجا امنیت تامین نمیشه. نیروهای بیرونی تحت هر نام و به هر شکلی که در افغانستان بیاید امنیت تامین کرده نمیتونه. این وظیفه دولت بوده، وظیفه حکومت بوده که باید امنیت تامین میکرد، مسئولیت اتباع جامعه خود تامین میکرد. هرگاه ما یک نظام مردم سالار میداشتیم، هرگاه ما در تحت رهبری یک نظام مردم سالار نیروی نظامی ما رشد میکردن و نیروی نظامی ما دارای انگیزی ملی میبودن، مسلمان حال ما میتونستیم که در طول 10 سال گذشته به حد میرسیدیم که حال میتونستیم امنیت و ثبات کشور خود تأمین نماییم. مگر ما نسبت نبودن یک دولت سالم که یک بستر خوبی برای نیروهای نظامی است برای رشدش، دوم نبودن یک سیاست سالم که معمولا توسط سیاست های سالم اردوی سالم رهبری و سازماندهی و سوق و اداره میشه، و نسبت نبودن انگیزی ملی نتانستیم که در افغانستان مالک نیروهای نظامی ملی باشیم. تا زمانی که ما در افغانستان سیاست سالم با وجود نبیه، دولت سالم با وجود نبیه و انگیزی ملی با وجود نبیه، در حال حاضر چقدر به پایگاه های نظامی امریکا نیاز داره افغانستان؟ قطعا عرض میکنم، عرض ما تکمیل شد، قطعا ممکن نیست که در افغانستان نیروی نظامیش به حد برسه که امنیت کشور خود تأمین بکنه. هرگاه خود ما نیروی امنیتی نداشته باشیم، باز هم عرض میکنه، مثلا ما وزارت پلیس نداشته باشیم، ما استخبارات نداشته باشیم، ما اردو نداشته باشیم، اینجا اگر 2,000,000 نیروی نظامی بیرونی بیه امنیت تامین کرده نمیتونه. پس ضرورت هست که ما نخست نیروهای امنیتی داشته باشیم و بعد در پهلویش یک دولت سالم داشته باشیم. اما ای که افغانستان با چقدر پایگاه های نظامی ضرورت داره، این ارتباط میگیره که خواسته های جانب مقابل از ما چی هست، امریکا از ما چی میخواه، بخاطر چی در حال حاضر نیاز داره از نظر ائتلاف ملی، نیاز داره افغانستان با پایگاه نظامی. ما عرض بکنیم، ما اولویت میتیم بر یک نظام مردم سالار در افغانستان. قسمی که بدر صاحب اشاره کردن، کشورهای همسایه ما را نام بردن که در اونجا اعمال نفوذ میکنه، در همچون مجالس مثل لوی جرگه و گپای دیگری، اونا نظام های دکتاتوری هست و در نظام های دکتاتوری معمولا اعمال نفوذ میباشه و ما طبیعتا حال با یک نظام دکتاتوری و عوام پریبانه مواجه هستیم که در همچون نظام من باز هم از بس اگر دور نریم جناب اوریا، ائتلاف ملی افغانستان حس میکنه بر ضرورت به پایگاه نظامی در حال حاضر یا خیر؟ در شرایط کنونی باید مصلحت گسترده صورت بگیره با مردم افغانستان. شما با مردم افغانستان تماس دارید؟ طبیعتا. چه بوده پاسخشان و چه خواستن؟ ما اجزا و خواسته های امریکا را نمیفهمیم. نیاز به پایگاه نظامی هست یا خیر مردم؟ در چی نوع شرایط و روی چی اهداف؟ در شرایط فعلی افغانستان اهداف هم باید مشخص شود، مگر ما اهداف نمیفهمیم، اهداف جانب امریکا را نمیفهمیم، اهدافی که حامد کرزی طرح میکنه او را هم ما نمیفهمیم. وقتی که نفهمیم برای ما مشکل است که ما
موازی خود مشخص بسازیم. سپاس. یعنی موازی مشخص ندارین تا زمانی که اهداف نفهمید؟ طبیعتاً. اما ما ضرورت داریم به همکاری ها و همگرایی های استراتژیک با کشورهای بزرگ دنیا. با پایگاه هم پس از فهمیدن با پایگاه ها زمانی که با تمام اجزای خواسته های هر دو طرف ما بفهمیم، در اون مورد در اون وقت ما میتونیم موازی خود هم مشخص اعلان بکنیم. روی لط ما میخواییم از جناب حامد کرزی که همه چیز شفاف سپاس. در اختیار مردم، در اختیار ولسی جرگه، در اختیار اپوزیسیون، در اختیار جامعه مدنی و در اختیار احزاب سیاسی قرار بده تا یک اجماع ملی به وجود میاد و در نتیجه اجماع ملی، حرکت ملی به خاطر عقد قراردادهای استراتژیک صورت بگیره. سپاس. بیننده عزیز، این که نیاز به گذاشتن پیمان راهبردی به اذهان عامه است، خیر، از آقای بدر پس از امی میان برنامه میپرسیم.